سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه هستین و بیننده ی صبح ها زندگی برنامه خودتان خدا کنه تا این لحظه از اینکه در کنار ما بودین واقعا برتان خوش گذشته باشه تا ساعت ده همچنان ما را تنها نگذارید بودن شما در کنار ما واقعا بر ما انرژی میده پس دیدگاهتان هم میخواییم که همراه ما شریک بسازید در رابطه فرهنگ شهر که موضوع امروزی ما هست در برنامه صبح ها زندگی در این بخش برنامه می در رابطه با بررسی ساختمان های بلند منزل که در شهر کابل ساخته شده و در این اواخر هم روز به روز زیادتر شده میره و اینکه چقدر این بلند منزل های یا ساختمان هایی که ایمار می در مقابل زلزله خوب هستن و کیفیت بالا دارن و میاری ساخته شده در این بخش برنامه می خواهیم صحبت هایی داشته باشیم با استاد محترم محمد رفی رفی پس بیننده این بخش صبح ها زندگی همچنان باشید استاد محترم خوش آمدید صبح زیبایتان بخیر بسم الله الرحمن الرحیم ما همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بونی موفق و همه بیننده های عزیز که ما شما را از طریق پرده های تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکنه خسته نباشید زنده و سلامت باشین شما هم صبح خدا کنه خیر آغاز کرده باشید استاد خب بیاین در رابطه با ساختمانایی که در این اواخر ساخته میشه و ساخته شده در روز به روز هم تعدادشون زیادتر شده میره در شهرین مثل کابل در پایتخت افغانستان واقعا نظرتون چی است چقدر ساختمان میاری معیاری هستن و چقدر در مقابل زلزله آسیب پذیر نیستن یعنی هیچ آسیبی برشون نمیرسه تشکر از سوالتان سوال بسیار بجا و ارائه کردین اگر ما شما یک دیدگاه یک نظر داشته باشیم در رابطه به امار ساختمان های بلند منزل در شهر کابل <تصفح> اگر ما این تاریخچه ساخت ساز از زمان دکتور نجیب الله از زمان حکومت ایشان به این طرف ما اگر یک ارزیابی را ما در زمینه انجام بتیم <تصفح> ساختمان هایی که در او زمان ساخته شده بود و از اثر جنگ های داخلی و سیده ها جنگ که ما سپری کردیم سخت آسیب پذیر شدن امه. و البته با روی کاری حکومت جدید در رابطه به ترمیم دوباره ساختمان ها آنقدر توجه صورت نگرفت و اگر ترمیم هم صورت گرفته او ترمیم ها روی کاری است و البته ساختمان های اساسی که ساختمان های آهن کانکریتی است در زمینه به ترمیم فنی و عرفایی از اینا اصلا توجهی صورت نگرفت و ضمن با روی کار آمدن حکومت جدید پروسه ساخت و ساز در شهر کابل به اساس ازدیاد نفوس در هر نقطه شهر کابل ساختمان های بلند منزل به بسیار سرعت ایمار شدن البته توسط اشخاص غیر فنی و غیر تخصصی که خودش یک چالش بزرگ میتونه در صورت زلزله های بالاتر با قدرت بیشتر یک چالش بسیار بزرگ و یک میتونی خودش یک سانه آفرین باشم خب استاد حالا هر جایی که مثلا یک ساختمان که ایمار میگرده طبعا جواز یا باید داشته باشه که او ساختمان ایمار میکنن حالا از هر لحاظ که داره کیفیت باشه نباشه ولی باید ما این نهاد مشخص داشته باشیم در این راستا که بین یک بررسی کلی داشته باشن که ساختمانی که ایمار میگرده و قرار است ای چندین خانواده زندگی کنند چقدر معیاری است آیا نهاد مشخصی داریم آیا بررسی صورت میگیره آیا مسئولین در این راستا نتانستن کار کلانی را انجام بدن؟ در راستان نهادهای مختلف وجود دارد البته اما طور که شایان است و طور که باید وظیفه خود اونا انجام بده متاسفانه که به درستی وظیفه خود اونا انجام نمیته من جمله ما اشاره کرده میتونیم به ریاست شهرداری کابل در ریاست شهرداری کابل یک ریاست تحت عنوان بررسی یا کنترل ساختمان های بلند منزل است یا کنترل ساختمان اساسی است که البته اونا قسمه که باید وظیفه خود انجام میدادن در این چندین سال وظیفه خود اونا انجام ندادن ساختمان های بسیار زیاد بلند منزل ایمار شده و اگر ما شما اینا رو کتگوری کنیم از لحاظ انجینری ما در چهار کتگوری ساختمان ها رو فعلا در شهر کابل داریم ساختمان های کم منزل است که از یک الا دو منزل است ساختمان های متوسط منزل است سه الا 5 منزل و ساختمان های بلند منزل است از 5 الا ده منزل و آسمان خراش که اضافه تر از ده منزل است اما متاسفانه در جریان پروسه ساخت ساز از اینا که بعدا ما به اشاره می میکنیم و به بسیار الفاظ بسیار ساده و میگیم که دوستا و هموطنان عزیز ما که به کلمات تکنیکی انجینری بل بلدیت ندارن و اونا هم بتونن از این مستفید شون متاسفانه که ما ادا کده میتونیم و به اساس تحقیق خودم انجام دادیم در دا این تحقیق سر اضافه تر از صد بلند منزل شهر کابل در نقاط مختلف تحقیق صورت گرفته و این در تحقیق ما تقریبا حدود 20 تا 25 درصد ساختمان‌هایی هستند که مطابق معیارهای انجینری مطابق امو فاکتورایی که یک ساختمان باید در مقابل زلزله دیزاین شوه ایمار شده و متاسفانه وزارت شهرسازی و من جمله خود ریاست که در چوکات تشکیل شهرداری محترم کابل کار میکنه <applause> اونا البته انجینیر خود به ساحه روان میکنه بنابراین که بعض رابط وجود داره و یا است که د ای مداخله میکنه و اونا اصلا صلاحیت را نداره که مانع ایمار چونی نوا ساختمان ها شوه و اونا اصلا کدام کنترل بالای روی کیفیت از اینا روی طرح و دیزاین از اونا اصلا ندارن <applause> خب استاد دیده میشه که امی بلا منزله که ساخته میشه به نواخر زیادتر مثلا از یک نفری است که تجارت پیشه هست و توان از داره که ساختمان های منزله حتی در چندین جای شهر کابل ایمار کنه ولی بعضی پالو در یکی دیگه قرار داره. ای از لحاظ تکنیکی کدام مشکل نداره در قسمتی که وقتی که زمین لرزه میشه کدام مشکل را برای خود از اون کسایی که در اونجا زندگی میکنن به وجود نمیاره دقیقا شما نقطه بسیار اساس را شما اشاره کردین از لحاظ ساختار شهری ساختمانایی که ساخته میشه در یک شهر اونا به کاتگوری های مختلف به شکل تیپیک باید ایمار شود مثلا اگر ما شما حالی ببینیم در بین ساختمان های یک منزله و دو منزله بسیار یک چیز عجیب و غریب ما شما ام. میبینیم که یک ساختمان ده منزله یا هفت منزله ایمار شده باید. و دقیقتر راجع به امو حوادث که حوادث ناگوار که از اثر زلزله های پرقدرت رخ میته ما به اشاره کنیم دی سطح ها و ده ها موارد مختلف وجود داره امه. که ما شما فقط میتونیم به چند نمونه از اونا به اثر کمبودی وقت ما اشاره کنیم در قدم نخست به نقطه که شما اشاره کردین نقطه بسیار مهمه گفتین ساختمانهایی که از لحاظ پلان انجینری از اینا پلان از اینا مغلق است و پلان از اینا قسم است که ساختمان بلند منزل یا مغلق است یا ساختمان پلان بسیار بزرگ داره اینا باید توسط درس های زلزله از هم پلان باید جدا شود و پلان ساده باید تبدیل شود و ای در منزل اول به اندازه 3 سانتی ای در زلزله مراحت میشه در منازل بعدی بعد به اساس فرمول سه جمع دو که انتداد منازل است به اساس مثلا اگر یک ساختمان در منزل ما داشته باشیم در زلزله که تاخرین منزل رایت میشه به اندازه 23 سانتی است اما متاسفانه ساختمان که کنار هم ساخته میشه پلان های بسیار مغلق داره کنار هم از در موقع زلزله اینا با هم تصادم میکنه مم. و میتونه که سبب تخریبات بسیار بزرگ رخ بته بله و همچنان از لحاظ خود پلان از اینا در ساعت که سیسمیکی از ساعت زلزله خیز است که من جمله شهر کابل هم به اساس پلیت های تکتونیکی یا پلیت های زلزلوی روی یک از این پلیت ها قرار داره و میتونه که در آینده بسیار سانه ها آفرین باشه موارد دیگه مثلا ما میتونیم به او اشاره کنیم که من جمله خود تدابای از این ساختمان و خاک از این هسته به اساس تحقیقاتی که توسط دو نفر انجینرهای پانتون جیلوجی امریکا صورت گرفته یک چالش بسیار عمده را از لحاظ ساختار جیلوجیکی خود زمین کابل است که خاکای خود شهر کابل خاکای پاشان است از لحاظ ساختار خاکای مختلف است و اینا در موقع زلزله میتونه که سبب آبگینی شدن و یا در اصطلاح انگلیسی برس لیکوفیکیشن uh, میگه uh -huh. که ساختمان ها را به یک طرف انحراف میتا یا میلان میتا در صورت که توجه خاص از لاز ساختار جیولوژیکی صورت نگیره مثلا تعویض خاکای اساس بر ساختمان های بلند منزل یا توجه خاص بر نویت تعداب از اینا باید باشه در ساحات که ساعت سیسمیکی است باید تدابیر خاص سیسمیکی باید گرفته شود من جمله امی تعویز خاک اساس است میشه که از یک نو استفاده شود در حال که ما در قسمت های مختلف شهر کابل در ساختمان بلند منزلش ما میبینیم بلند. که حتی ساحه یک وقت جبزار بوده ساختمان بلند منزل روی او امار شده در چندین شهرک اینه میره عملا مدید و بعد از زلزله که در سال 1394 رخ داد در ساختمان بسیار تخریبات مختلف نشست های غیر مجازی در ساختمان ها باید قسم باشه که بعد از زلزله همین نشست عادی که صورت میگیره باید از نشست مجازی تجاوز نکنه اما متاسفانه در اکثرت ساختمان های شهر کابل دیده میشه که روی اساس بسیار ضعیف تدابایز این ساختمان ها مانده شده و من جمله ما شما گفتم میتونیم که دو فاکتور بسیار مهم که یکی ما شما خود عناصر ساختمانی است و یکی عناصر غیر ساختمانی است با اساس سوال تن ما شما به اشاره کرده میتونیم که در موقع زلزله میتونه عناصر غیر ساختمانی که تدابیر وقایوی بر به گرفته نشده بیشتر تلفات جانی را و بر انسان ها متعمل میشن امه. خب خدا کنه هر کسی که دیگه حالا از این بعد تصمیم داره که بیای یک ساختمان ایمار کنه و کسایی که قرار در یک ساختمان بوده باش داشته باشن حداقل پرس و پال ویژه داشته باشن در این این راسته که واقعا ساختمانی که ما آمدیم انتخاب میکنیم برای زندگی آیا در مقابل زلزله آسیب پذیر نیست و یا که اگر هم هست چه شرایط را ما در نظر بگیریم در رابطه با چالش های زیاد نفوس و, و همچنان زیاد شدن ساختمان میشه بگوین که هر چقدر که نفوس زیادتر شده میره ساختمان هم ساخت و سازش زیادتر شده میره اینو چقدر میتونه مشکلات شهری را به وجود بیاره دقیقا شهر کابل یک شهر بسیار کوچک و و دیزاین ازی به حدود 500 هزار نفر و در صورت زیاد نفوس بر یک میلیون نفری طرح شده اما در شرط فیل ما شما دیده میتونیم که در حدود 6 میلیون نفر در شهر کابل زندگی میکنه و اینا اکثرا از ولایات بنابر رقابت های ناسالم قومی اینا در نقاط مختلف تمرکز نفوس ایجاد شده و اینی خودش از لحاظ چالش شهری بسیار میتونه که در آینده بسیار مشکلات مختلف را به بار بیاره خب در صورت که ما مساحت بسیار کوچک داشته باشیم و ما نتونیم شهر را به صورت افقی انکشاف بتیم معیارها میگه که ما شهرها را باید به صورت عمودی انکشاف بتیم من جمله ما را ساختمانه بلند منزل است خب در صورت که ساختمانهای بلند منزل ساخته میشه و اصلا کدام نهاد خاص وجود نداشته باشه که در رابطه با کیفیت کنترل از اینا در مقابل زلزله اینا چقدر میتونه در آینده آسیب پذیر باشه و کدام مواد از لحاظ کیفیت کنترل مواد ساختمانی در اینا کدام مواد استفاده شده و من جمله کدام میارهایی که در طرح و دیزاین مناطق سیسمیکی بر ساختمان های بلند منزل اینا باید در نظر گرفته شود اینا اصلا کنترل نمیشه پس در صورت که ما شما باید یک چالش مواجه باشیم و از یک طرف از زیاد نفوس باشه و از طرف دیگه از ساختمان های بلند منزل بدون کدام میار می بدون از این که سیستم های مختلف آبرسانی از اینا و سیستم بدرفت از اینا باید به شیوه درست طرح بله. و دیزاین شوه اما این ساختمان ها از هر نقطه سر میزنه که خودش یک چالش بسیار بزرگ است ما در اصطلاح انجینری یک موضوع تحت عنوان برانگیختن امواج سیسمیکی داریم <applause> مثلا اگر ساختمان بلند منزل جور میشه و یک سیستم مشخص آبرسانی به ای وجود نداشته باشه هر ساختمان در کنار ساختمان بلند منزل چاهای عمیق حدود یک صد متر الی دو متر حفاری میشه که در موقع زلزله خلاهایی که در کتله زمین به وجود <تصفح> این خودش چالش برانگیز است و میتونه که ساختمان ها را بسیار آسیب پذیر بسازه از لحاظ نوعیت خاکا خاکای شهر کابل ما شما قبلا اشاره کردیم بله. <تصفح> مختلف من جمله خیرخانه بیبی بی, بی مهرو و به می ترتیب پل چرخی اینا ساحات هستند که خاکای بسیار متغیر داره و ما شما میفهمیم که در صورت که امواج سیسمیکی مواجه به خاکای پاشان میشه خاکای پاشان از خود مقاومت نداره با امواج سیسمیکی زمانی که روبرو میشه این امواج سیسمیکی را جذب میکنه و سبب تخریب بسیار بزرگ میشه و در صورت که خاکا متکاسف باشه جمع باشه امواج سیسمیکی از اینا عبور میکنه و ساختمان به تخریب مواجه نمیشه و این ساختمانایی که ساخته میشه در شهر کابل اکثرا قسمی که شما اشاره کردین ساختمانای تجارتی است منازل تحتانی از اینا به خاطر مقاصد سوپرمارکت ها و یا بانک ها و به می ترتیب فروشگاه های مختلف ایمار میشه بله. و منازل بالای از اینا به خاطر منظور و مقاصد رایشی ایمار میشه اه. از لحاظ نرم های زلزله ساختمان باید تغییر در کتله ساختمان در منازل طبقات فوقانی باید از 20 فیصد تجاوز نکنه باید به صورت تیپیک ایمار شه اما این ساختمان هایی که ساخته میشه قسم است که تغییرات بسیار فوق العاده زیاد دیده میشه که دی اساس ساختمان از لحاظ نمو هسته سختی که اینا دارن این در نظر گرفته نمیشه و به می ترتیب ساختمان ها باید اکثرا قسم که ساختمان های بلند منزل شهر کابل هست، از پارتیشن های اینا از خشت و از بلوک است که در موقع زلزله خودش میتونه تلفات جانی را به بار بیاره بدون از اینکه اینا به اینا کدام تدابیر خاص در نظر گرفته شود که اینا سیخ بندی شود و توسط جال های سیمی اینا مهم. تقویه شود اما در موقع زلزله ما اکثرا دیدیم که آسیب پذیری بیشتر جانی از اثر تخریب نمی پارتیشن صورت گرفته و من جمله شیاروالها یا دیوارهای وزن بردار در مقابل قواهای زلزل زلزله مقاومت داره اینا اکثرا در ساختمان بلند منزل شهر کابل دیده نمیشه از طبقه پایینی تا طبقه بالایی بله. این ساختمان ها مکمل کلش قسم اومد نظر گرفته شده که فقط پارتیشن خشبندی بندی شده و امی هستی سختی ساختمان مد نظر گرفته نظر گرفته نشده بله که ساختمان ها در اینجا قسم کمواج سیسمیکی ساختمان به این مواجه میشه در اینجا انقطاع امواج سیسمیکی با وجود میه که ساختمان های پایین اکثرا بیشتر تخریب بله. میشه. بسیار زیاد تشکر استاد محترم واقعا صحبت بسیار عالی و خوبی داشتین در رابطه با اینکه بیان و کسایی که از این بعد قرار است ساختمان های ایمار کنن حداقل همین بعضی م... کیفیت و معیار که با در اگ... ساخت و یک ساختمان در نظر گرفته شده اونا رو در نظر بگیرن با امید از اینکه در برنامه بعدی هم همچنان با ما همکار باشین در سوپ زندگی تشکر بسیار زیاد ما می فقط در آخر فقط یک چند نقطه بسیار اساس اشاره کنم وقت بسیار کم است اگر به عنوان پیام کوتاه اگر گفتنی اگر باقی مانده میشه که دقیقا ما است. تمام شرکت های ساختمانی و من جمله از دولتی که در قسمت ایمار ساختمانه بلند منزل اینا کار میکنن خواهش ما از اینا است ای که اینا سر بزنن و اشخاص فنی و مسلکی من جمله اینا میتونن در وضع پنتون پل تکنیک با بسیار عالی که اینا میتونن هر نوع چالشای های بلند منزل اینا حل کنن اینا بیاین با ما سر بزنن و ما میتونیم اینا را کمک کنیم در هر بخش و تا ما یک شهر پر از مسئولیت در مقابل امواج سیسمیکی و خطرات زلزله داشته باشیم سلامت باشین تشکر از حضورتان وقت خوش فرتان